Oh-oh-oh-oh-oh-oh oh 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 بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف هفتم به مکتب هادی و درس ادبیات دری خوش آمدید دوستان عزیز و قند ما در جلسه دوم در درس دوم در خدمت شما عزیزان با دو قسمت هستیم در بخش اول در مورد خرد دانا به نور روی او شد شعری از اتار نیشابوری شاعر پرآوازه قرن ششم و اوایل قرن هفتم با شما خواهیم بود و در قسمت دوم در مورد دستور زبان و خاصه کلمه های نامستقل برای شما بحث را خواهیم آورد خب عزیزان قن قبل از اینکه وارد بحث جدید شویم یک نگاه میاندازیم به چی دوستان به کار خانگی جلسه قبل که با همدیگر تدارک دیدیم و میخواهیم او را حل کنیم این سوالات را جواب بدهیم و وارد درس جدید شویم اگه خاطر عزیزان قندمان در جلسه قبل باشد یک کار خانگی خدمتتان سپردیم و برایتان گفتیم که کلمه های ساده مشتق و مرکب را در واژه های مشخص شده بیان کنید خب این واژه کدام کلمات بود دوستان نگاه بکنید ما این واژه ها را برای شما اینجا ذکر کردیم خب گفتیم که آبگوشت خوبی گفتار حمد آینه دروغگو این کلماتی هستند که برای ما شما باید مشخص کنید چه قسم از انواع کلمه های مستقل بودن خب یک توضیح اول ارائه بکنیم در واقع بشود او چیزی که در جلسه قبل برای شما توضیح دادیم در جلسه قبل برایتون گفتیم که کلمه های مستقل او کلمه هستند هستن که دارای یک واحد معنادار مستقل باشن. یک کلمه ای که ممکن است از یک بخش یا ممکن است از چند بخش تشکیل شده باشد و در این حال دارای یک معنای مستقل واحد است. حالا انواعی دارد یا کلمه میتواند چی باشد دوستان؟ ساده باشد یا هم میتواند مشتق باشد و یا هم میتواند مرکب باشد پس اقسام کلمه مستقل سنا بود ساده او کلمه ای بود که در واقع یک جز داشت قابل تجزیه قابل انفکاک به بخش های مختلف نمی باشد و دارای یک جز معنادار است مشتق کلمه است که دارای دو بخش است یک بخش معنادار دارد که در واقع معنای واحدی را میرساند یک بخش بمعنا دارد در کنار همدیگر ترکیب می شود یک کلمه جدید را شکل می داد. قسم آخر گفتیم کلمه مرکب است کلمه مرکب دارای دو جز است این دو جز که در واقع هر کدام دارای معنایی است در کنار یکدیگر دیگر تشکیل میابند و یک معنای واحد و یک کلمه مستقل جدید را شکل میدن حالا میخوایم این کلمات را مشخص کنیم ببینیم که کدام یک از این سه قسم شامل این موارد هست خب کلمه اول میگوید آبگوشت آبگوشت یک کلمه است که مشخص است آب یک جزء معنادار است گوشت یک جزء معنادار دیگر در کنار همدیگر ترکیب شده و یک کلمه با یک معنای نو و تازه را شکل داده پس کدام کلمه بود که دو جزء معنادار در کنار همدیگر قرار می گرفت مرکب بود احسن پس این می مرکب خوبی اجزای خوبی چیز خوب یک جزء معنادار است یه که به این خوب چسبیده است یک جزء فاقد معناست یعنی یک جزء معنادار با یک جزء به معنا ترکیب شده و شده کلمه مستقل این او چی بود دوستان؟ مشتق کلمه بعدی گفتار باز هم نگاه کنید دوستان گفت یک جزء معنادار است آر یک جزء به است در کنار همدیگر ترکیب شده میشود گفتار که باز هم مشتق است خب کلمه هم آیا می توان هند را تجزیه کرد؟ آیا همد قابل تجزیه به دو جز یا قابل تجزیه به چند جز میتواند باشد؟ نه هم دارای یک جزء معنادار واحد است پس میشود کلمه چی دوستان؟ کلمه ساده خب کلمه آینه آینه هم مانند کلمه هم دارای یک جزء مستقل است که باز هم میشود ساده و نه آخر دروغگو دروغگو دوستان نگاه کنید دروغگو باز هم دو جز دارد دو جز دروغ و گو خب دروغ یک کلمه است که دارای یک معنای مشخص است گو هم در واقع یک معنای است که باز هم چی است دوستان باز هم دارای معنای مستقل است بون مزاره از گفتن است گو امر به گفتن چی می شود بگو بهش را از اول بنداز چی می شود گو می شود چی می شود بون مزاره از مصدر گفتن خب دروغ و گو هر دو تا دو جزء معنادار است در کنار همدیگر ترکیب شده و کلمه جدید شکل گرفته پس می شود مرکب خب نگاه کنید دوستان پس انواع کلماتی که در کار خانگی جلسه قبل برایتون گفتیم در قالب سه نوع کلمه مستقل ساده مشتق و مرکب برای شما تجزیه کردیم خب با این تفاصیل دوستان وارد بحث خودمان شویم که در واقع بحثمان بر روی اسلایت هاست درس جدید که شعری از شاعر پرآوازه قرن ششم و اوایل قرن هفتم اتار نیشابوری است دوستان همونطور که میبینید شعر یک شعر بسیار بسیار زیبای است که از در قالب مصنوی گفته شده از شاعر بسیار بزرگ قرن ششم یعنی اتار نیشابوری است خب برای که دوستان میخواهید یک شعر را خوب متوجه شید خوب یاد بگیرید خوب درک کنید لازم است چهار مرحله است یک خوب شنیدن دو خوب گفتن سه خوب خواندن و چهار خوب نوشتن این چهار مرحله چهار مرحله اساسی در امر یادگیری از منظر روانشناس است اگر میخواهید مطلبی را شعری را نصری را یک درسی را یاد بگیرید لازمه کلی او این چهار مرحله است که ما یگان یگان مرحله به مرحله گاماز گاماز حرکت میکنیم تا به ای برسیم خب ابتدا شعر را برای تون دوستان یک بار بخوانیم روانخانی بکنیم و بعد برگردیم به حوزه معنای شعر درود از حضرتش بر جان آن کس که نامد در جهان مانند او کس ملائک تا بشر جمله توفیلش نبوده با کسی پیوند و میلش مهین و برترین آفرینش سر و چشم خرد را تاج و بینش خرد دانا به نور روی او شد معطر از نسیم کوی او شد؟ مرفه انبیا در زیر جاهش مشرف اولیا از خاک راهش به وجودش انبیا گشتند محتاج زگفتش اولیا بر سر نهند تاج فتوح انبیا و اولیا زوست چه گویم گربدانی جمله خود اوست در این عالم هر آن کو برتری یافت ز خاک درگه او سروری یافت از آن از آفرینش برتر آمد که بر جمع دل او سرور آمد بله شعر بسیار بسیار زیبا و بسیار بسیار روان از این شاعر عزیز است خب برگردیم در حوزه معنا دوستان هر بیت رو بخوانیم معنا کنیم و ببینیم که معنای این شعر بسیار زیبا و دلچسب چیست خب درود از حضرتش بر جان آن کس که نامد در جهان مانند او کس خب حضرت در اینجا برمیگردد به خود خداوند تبارک و تعالی نامد به معنای نیامد در واقع اینجا معنا می شود یعنی میگوید که درود خداوند تبارک و تعالی بر پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه که در این جهان مانند او کسی نیامده است ملائک تا بشر جمله توفیلش نبوده با کسی پیوند و میلش میگویند که تمامی فرشته ها ملائک به معنای فرشته است تمامی فرشته ها و تمامی انسان ها همه وابسته به وجود مقدس پیامبر هستند و پیامبر با هیچ کسی مانند افراد عادی با هیچ کسی بر مبنای روابط خیشاوندی بر مبنای او پیوندهای خیشاوندی رفتار نمیکرده است پیامبر با همه انسان ها به یکسان نگاه میکرده است مهین و برترین آفرینش سر و چشم خرد را تاج و بینش مهین به معنای چیز مهین به معنای بزرگترین صفت تفصیلی است دوستان به معنای بزرگترین برترین به معنای کسی که از مقامهای عالیه و بالا برخوردار است میگویم پیامبر بزرگترین و بهترین انسانها و موجودات دنیاست و خرد یعنی عقل انسان خرد به معنای عقل است خرد تمام توانایی ها تمام ویژگی های خود را از پیامبر مکرم اسلام گرفته است خرد دانا به نور روی او شد معطر از نسیم کوی او شد نگاه کنید دوستان خرد تمام دانایی تمام آگاهی تمام توانایی های خاص خود را از وجود مقدس پیامبر میگیرد به طوری که بوی خوش معطر یعنی بوی خوش خوشبو تمام این بوی خوشی که در تمام کره زمین وجود دارد به واسطه رایحه‌ای است که از کنار پیامبر از کنار کوی پیامبر عبور کرده است و این بوی خوش به واسطه ای, ای صورت میگیرد مرفع انبیا در زیر جاهش مشرف اولیا از خاک راهش میگویند تمامی انبیاء الهی تمامی رسولان الهی به واسطه پیامبر آسایش پیدا کرده است و تمامی اولیا مشرف می شود به واسطه چی به واسطه وجود پاک پیامبر ما به وجودش انبیا گشتند محتاج ز گفتش اولیا بر سر نهند تاج نگاه کنید دوستان تمامی انبیاء الهی نیازمند و محتاج پیامبر مکرم اسلام هستند و تمام اولیای الهی تمام انسانهای خوب اولیای خاص خداوند نیز از گفتار پیامبر استفاده میکنند تبعیت میکنند فتوح انبیا و اولیا زوست چه گویم گر جمله خود اوست فتوح به معنای گشایش به معنای پیروزی ها تمامی پیروزی هایی که انبیا و اولیای الهی به دست میآورند به واسطه چیست به واسطه وجود پاک پیامبر است به طور کل می شود بگوییم که پیامبر مکرم اسلام یعنی فتح و پیروزی در این عالم هر آن کو برتری یافت زخاک درگه او سروری یافت در این دنیا اگر دوستان در این دنیا اگر کسی میخواهد که برتری پیدا کند در مقامهای عالیه مناسب شغلی خوب در حوزه علم میخواد به یک درجه و رتبه عالی برسد به واسطه پیامبر است باید از پیامبر کمک بگیرد و از او تأثیر جوید که در واقع مقامهای بالا از کنار پیامبر برای انسانها اتفاق افتاده است از آن از آفرینش برتر آمد که بر جمع دل او سرور آمد میگوید تمام موجودات تمام ای هست ها تمام ای حسی ای گیتی به واسطه پیامبر خلق شده اگر پیامبر نبود ای جهان وجود نداشت ای جهان خلق نمیشد ای جهان را ما امروزه نداشتیم و چرا؟ چون پیامبر سرور و پادشاه همه موجودات دنیا می باشد نگاه کنید دوستان یک شعر بسیار بسیار زیبا از اتار نشابوری این شاعر بسیار خوشقدم خوشالهان و خوشزبان شیخ فرید الدین اتار نشابوری متولد سنه 540 هجری قمری است که در واقع در شهر نیشابور یکی از ولایت های بسیار بسیار مشهور و قدیمی خراسان بزرگ و قدیمی بوده است این شاعر در ای ولایت به دنیا می آید و در واقع پیشه پدری خیش را دنبال می کند به ایشان اتار می گوین. چرا علت نامگذاری ایشان بنام اتار است که ایشان پیشه و شغل پدری خش را انتخاب میکند از آنجایی که پدر ایشان دارو فروش بوده و در واقع داروهای گیاهی را میفروخته برای مردم برای درمان بیماری ها ایشان شغل پدری را دنبال میکنه و به خاطر همین شغل به ایشان میگویند اتار نیشابوری از آثار بنام ایشان میتوانیم در مصیبت نامه، اسرار نامه، تذکرت الاولیا و کتاب بسیار بسیار مشهور و خواندنی منطق و تیرشان اشاره بکنیم که حتما دوستان شما را که برید این کتاب ها رو مطالعه بکنید علل خصوص تذکرت الاولیاء ایشان که در حوزه نصر بیان شده و داستان سی که تحت عنوان کتاب منطق تیر بیان شده و یک سیر و سلوک عارفانه است که برای دوستان بسیار بسیار دلچسب و دلانگیز است ایشان در سال 614. 614 متاسفانه در پی حمله مقلان و تاخت و هایی که به سمت نیشابور انجام می ایشان متاسفانه در همین سال توسط مقلان کشته می شود. حالی دوستان از این بحث عبور کنیم وارد قسمت دویوم خودمون بشیم حال قسمت دوم که میخوایم در موردش توضیح دهیم دوستان همونطور که بر روی اسلاید میبینید نگاه کنید دوستان در حوزه کلمات میخواهیم ادامه بحث و جلسه قبلی را پی بگیریم در جلسه قبلی گفتیم که کلمه مستقل را توضیح دادیم انواع آن را برای شما بیان کردیم گفتیم کلمه مستقل سه نو است یا ساده است یا مشتق است و یا هم مرکب است حالی میخوایم در مورد ادامه همین برای شما توضیح دهیم و ببینیم که کلمه ای که مستقل هست در مقابلش کلمه ای داریم به نام کلمه نامستقل حالی کلمه نامستقل چیست و انواع را برای شما ذکر کنیم میگویند کلمه های نامستقل کلمه هایی که دارای معنای دستوری اما به صورت جداگانه و آزاد به کار بردن نمیشوند و معنای کامل و مستقلی ندارند پس این میشه تعریف معنای کلمه های نامستقل کلمه های نامستقل اولا معنای دستوری دارن یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میگوییم جمله دو نوع است یا اسمی است و یا فعلی و هر کدام از آنها کلماتی دارند که دارای نقش است یا در جمله فعلی ممکن است جمله در واقع عبارتی داشته باشد کلمه داشته باشد که او کلمه فاعل باشد مفعول باشد و یا فعل باشد یا در جمله های اسمیه ممکن است مسند باشد مسند الیه باشد و رابطه باشد این به شاید نقش های دستوری که در داخل جمله ها موجود است حال کلمه های نامستقل میگوییم که از این نظر دارای چیز هم دارای نقش دستوری هستند یگان نقش مشخص در داخل جمله دارند ولی مشکل چیست مشکل این است که این کلمه ها فاقد معنا باشد یعنی معنایی به تنهایی ندارند بلکه در داخل جمله می آیند و ایجاد ارتباط فی بین کلمات مستقل می و این کلمات مستقل را ده هم پیوند می دن. خب مانند چی؟ اما که می بینید دوستان نگاه کنید بر روی اسلاید از به، برای که چون زیرا همچنین اینا کلماتی هستن که دوستان چی هستن؟ کلمات هستند که تحت عنوان کلمه های نامستقل از اونها یاد میگوید به تنهای این کلمات فاقد منان. معنای معنایی ندارن تنها تنها نقش دستوری دارن از یه حیث با کلمات مستقل مشترکن هم کلمات مستقل هم کلمات نامستقل نقش های دستوری دارن ولی تفاوتشان در چیز او کلمات دارای معنای مستقل هستند ولی این کلمات فاقد معنا هستند معنایی ندارن بلکه ایجاد ارتباط معنایی فی ما بین کلمات مستقل میکنن خب چند مثال بزنیم دوستان مثال ها را رو بر روی اسلاید نگاه کنید ببینید که در واقع این کلمات نامستقل را چگونه پیدا کنیم خب میگویند که پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه همه را از جهل و نادانی به علم و روشنایی رهنمون کرد چه کلماتی را ما زیرش خط کشیم دوستان راه از ب و این کلمات کلمات نامستقل در این جمله میباشد باشد نگاه کنید دوستان در این جمله این کلمات که زیرشان خط کشیده شده از کلمات نامستقل در جمله دوم دو دوستان نگاه کنید شاگردانی که مفهوم درس را به خوبی فهمیدن به پرسش های معلم پاسخ دادن که را به ب در قبل از پرسش ها اینها کلمات نامستقل ای ترکیب و ای جمله میباشند که یک زمان اگر شما خواسته شد که در داخل یک جمله در داخل یک متن کلمات نامستقل را پیدا کنید و سان خاطرتان باشد حواستان جمع باشد که بتوانید به راحتی کلمات را مشخص کنید خب یک کار خانگی دوستان در جلسه آینده برای شما آورده ایم نگاه کنید دوستان حالا ما یک متن را به شما میدهیم و از درون این متن میخواهیم که شما کلمه های نامستقلی که امروز بحثش را کردیم را برای ما پیدا کنید خب این متن چی میگوید؟ افغان ها مردمانی که به علم، ادب، استعداد، هنر و مهمان شهرت دارند شهرهای تاریخی و بزرگ این سرزمین روزگاری بزرگترین مراکز اساسی تعلیم و تربیت به شمار میرفت با ظهور دین مقدس اسلام زمینه برای گسترش فرهنگ در کشور ما بیشتر فراهم شد ای یک عبارت است ای یک پاراگراف است ای یک متن است که از شما خواسته شده است چی بیاری بر ما کلمه های ناموسقی را زیرش خط بکشید این در واقع چیست دوستان این تکلیف شما کار خانگی شما برای جلسه آینده است خب حال این خانگی رو شما چگونه به ما تحویل دهید راه های ارتباط شما با ما از, تش... از چه طریق باشد که ما بتوانیم این کارهای خانگی را از شما تحویل بگیریم دوستان یک شماره واتسابی که در پایین تصویر ما برای شما عزیزان حک شده درد شده تمام کارهای خانگی خود را به این شماره برای ما در واتساپ ارسال بکنید و در ضمن تمام پیشنهادها، راهکارها، انتقادها، ها، شیوه تدریس من به عنوان معلم را در برای ما در این شماره ذکر بکنید و بیان بکنید که اگر شما پیشنهاد بدید کار ما به مراتب هم سهلتر انجام می شود و هم بهتر انجام بده. شماره یک دوستان میبینید 20964 دو 478 0255 255 ای شماره شماره واتساوی ماست که دوستان میتوانند هر نوع سوال پیشنهاد انتقاد نسبت به کار ما دارند برای ما ارسال کنند خب عزیزان قند تا جلسه بعدی همه شما قندولک ها را به الله پاک مسورم خداوند یار و نگهدارتان